سلام به همگی من 4 5 سال پیش در من سال 2018 2019 بود که از دانشگاه پلیتکنیک مونترال کانادا یه پذیرش فول فاند برای مقطع دکترا رشته برق گرفتم اون موقعی که داشتم واسه یالا این پذیرش اقدام می‌کردم کلی رزومه های مختلف رو بررسی کرده بودم و یه رزومه به نظر خودم جامع و شامل حاضر کرده بودم و داشتم می‌فرستادم واسه استادای مختلف حالا برای دانشگاه مختلف توی کانادا و خیلی هم خوب جواب میداد یعنی واقعا رزومه خوبی بود و من کلی حالا نامه های اوکی و پذیرش داشتم میگرفتم بعد از اینکه اومدم و اینجا توی کانادا دوره دکترام رو شروع کردم اومدم به استادم کمک بدم که دانشجوهای سال بعدشون رو بگیرن همونجا بودش که من کم کم با این در واقع نقطه نظر اساتید آشنا شدم که اینا چه جوری به رزومه دانشجوهای سال بعدشون نگاه میکنن و چه فاکتورهایی واسه شون مهمه و چیا اصلا واسه شون مهم نیست وقتی که اینو یاد گرفتم دیدم اون رزومه ای که من 4 پنج سال پیش حاضر کرده بودم خیلی هم به نظر شاید رزومه باحالی نبوده یعنی خیلی جاهاش اشتباه کردم و خیلی جاهاش نکات خیلی خوبی بوده که شاید به قدر کافی روش تاکید نکرده بودم امروز میخوام اون رزومه ای که من خودم باهاش این پذیرش رو گرفتم بذارم جلوتون با همدیگه خط به خطش رو بررسی کنیم و بهتون بگم کجاهاش به نظرم حرفای جالبی نزدم و کجاهاش میتونستم خیلی تاکید بیشتر بکنم روی اون داشته و نظر استادو بیشتر جلب کنم بریم سراغ لپتاپ رزومه رو خط به خط بهتون نشون بدم بعدش هم میذارمش تو کانال تلگرام که بریم ازش استفاده کنیم خب این اون رزومه مذکوره میبینین اسممو نوشته بودم سی وی حالا رزومه که در واقع این سی ویه پراسپکتیو پی اچ دی استودنت سال 2019 اینو فرستاده بودم که طرف تو این باکسش میبینه بدون قضیه چی به چیه اسمش هم دقیقاً همونه خب این فرمت فرمت آماده ورد بود که من حالا داشتم استفاده می کردم مودیفایش کرده بودم اونجوری که میخوام اسمم بود بعد اینجا یه کانتکت اینفورمیشن گذاشته بودم که من حالا اینجا واسه اینا رو نیستیش رو سانسور کردم این آدرس های ایرانم بود من آمده بودم اینجا واقعا آدرس ایرانم رو جدی نوشته بودم در حالی که هیچ, هیچ اهمیتی نداره یعنی استاد واسه مهم نیست شما کجا زندگی میکنین که همین شهر و کشور نهایتا کفایت میکنه بعد اومده بودم پستال کد رو اینجا نوشته بودم اینم بیفایده بود خب ایمیل دانشگاهی گذاشته بودم واسه دانشگاه امیرکبیر اون اوکی بود اون به درد بخوره آی دی اسکایپ هم گذاشته بودم اونم بد نبود واسه مصاحبه و موقع استفاده میشد بعد اومده بودم شماره موبایل و شماره خونه رو هم داده بودم اینا هم کاملا بی مورده. پس من اینا رو واسه اصلا زرد میکنم یعنی آقا اصلا شما اینا رو نباید بذارید اینایی که هایلایت میکنم و کلا شما نادیده بگیرید حالا این نکته هم که هست وقتی اومدین کانادا یا حالا کلا آمریکای شمالی میبینید که آقا این جور اطلاعات و مثل پستال کد آدرس شماره تلفن اینا رو نباید همینطور علکی در عموم پخش کنین نباید بزنین تو رزومتون بفرستین واسه جاهای مختلف به خاطر اینکه به سادگی با همین اطلاعات میتونن واسه شما جعل هویت کنن یعنی پستال کدتون و آدرستون و ایمیلتون رو داشته باشن تو خیلی از وبسایت ها میتونن اطلاعات شخصیتون رو به دست بیارن پس اینا رو اصلا نذارین هیچ اهمیتی نداره یه موقعم غیر حرفه به نظر میرسه نکته هم که هستش واسه رزومه های آمریکا شمالی اصلا عکس نذارین ها من نمیدونم چرا بعضی رزومه ها بعضی جای دنیا عکس دارن ولی اینجا اصلا تو قانون هستش که شما هیچ عکسی نذاری که طرف هیچ برداشتی از مذهبت نژادت چیزی چیزیت نتونه بکنه واسه همین اگه عکس و اینجور چیزا هم بذارین خیلی غیر حرفه میشه رزومه بخش بعدی که اینجا داشتیم و به نظر خودم بخش جالبی بود research interest بود خب من اومدم گفتم آقا بذار اینو اولش بذارم که استاد ببینه من به چه حوزه های علاقه دارم که منو محدود به اون عنوانی که توی ایمیل نوشتم نکنه چون توی ایمیلتون اگه یادتون باشه یه اشاره به این می‌کنیم که به چه حوزه‌ای واسه ریسرچ علاقه مندیم دیگه من اومدم اینا رو اینجا نوشتم که طرف ببینه من آقا مثلا به خودرو الکتریکی علاقه مندم به اسمارت گرید علاقه مندم، به انرژی علاقه مندم. اما الان که نگاه میکنم میبینم این اضافه کاری بوده به خاطر اینکه من اومدم 600 تا حوزه مختلف رو اینجا به کار بردم و اون استادم توی نصف بیشتر اینا فعالیت میکنه حالا این دوباره کاری هستش که من اومدم گفتم و اصلا احتیاجی نبود بنابراین این رو تون زرد میکنم که اینو نذارین بخاطر اینکه شما یه دور تو ایمیلتون اون حوزه های حدودی رو گفتین و استادم میدونه حدودن به چه حوزه های علاقه دارین احتیاجی به اینا نیستش بخش ایژوکیشن این مهمترین بخشیه که به نظر من باید بالا باشه توی رزومتون توی سیویتون و منم خب اینجا تقریبا درست گذاشته بودم و از دانشگاه ارشدم شروع کردم من ارشدم برق انرژی منیجمنت امیر کبیر بود من اومدم عنوان تزم رو گذاشتم جی پی هم, هم گذاشتم چون مثلا خوب بود استادم هم گذاشتم و سال اینو خب این اوکیه تا اینجا مشکل اینا هم همه رو کردم که اگه میزد مثلا میبردش به سایت دانش... دانشگاه امیر یا مثلا اینو میزد میبرد به پیج اون استادم من این کاری کرده بودم و به نظرم حالا کار جالبی بود بعد اومدم نوشتم که آقا من توی شریف یه دونه مثلا ماینر اقتصاد و مدیریت داشتم این بوده واسهش دیگری صادر نشده توضیحاتش رو دادم اینم خوب بود بعد اومدم گفتم آقا من کارشناسیم برق شریف بوده تزم جی پی ای معدلم و استاد راهنمام تا اینجا خوب بوده این بخش آخرش مسخره بود من اومدم دبیرستانم هم گذاشتم حالا مثلا چون من دبیرستانم علامه هلی بود و استعدادهای درخشان بود فکر می‌کردم وای این چه امتیاز جالبیه ولی خب چیز مسخره یکی آخه توی سی واسه تحصیلات تکمیلی اونم مقطع دکترا میاد مثلا به دبیرستانش اشاره کنه این چیز چرتی بود که من الان خودم تو رزومه یکی ببینم میگم آخه این چه رزومه یه تو نوشتی و تاثیر آنچنانی واقعا نداره یعنی واسه کسی مهم نیستش که شما مثلا دبیرستانت حالا مثلا واسه استادای خارجی حالا استعدادهای درخشان اصلا چی بوده و اینا اون بنده خدا اصلا نمیفهمه پس این دبیرستان و اینا رو اصلا کاری نداشته باشین نکته ای هم که فقط در مورد این تحصیلات بهتون بگم اینه که آقا اگر معدلتون خوب هست حتما اینجا اون مقطع قبلی ها رو هم بذارید اگر خیلی خوب نیست اون مقطع های قبلی رو میتونید حذف کنید فقط آخرین مقطعتون که مثلا معدلش بالاتر شده رو معدلش رو ذکر کنید این هم نکته بودش که در مورد این تیکه باید بهتون میگفتم بعدش یه بخشی بود من خودم اضافه کرده بودم یعنی خیلی هم توی اون رزومه هایی که بررسی کرده بودم نبود related courses بود که اومده بودم گفته بودم آقا من توی تحصیلات تکمیلی یعنی توی ارشدم چه درسای خوندم که به درد مثلا این ریسرچ گروپ جدیدی که میخوام عضو بشم اون استادی که میخوام باش کار کنم میخوره توی کارشناسی یا چه درسای خوندم به نظر من این اطلاعات مهمی رو به اون استاد میده چون من تو مصاحبه هایی که بعدا داشتم دقیقا دیدم که استاد میپرسه خب درس های مرتبط چی خوندی؟ مثلا حتی من اینجا الان دیدم مثلا جدیدا میپرسم خب کورس های آنلاین مربوط به هوش مصنوعی مثلا چی گذروندی حتی در این حد هم ارزشمنده واسه خیلیا من اینو مهم میدونم ولی جاش اینجا نبودش که بیارم یعنی اینو بعد یه مقدار میبردم پس کورس های مرتبط به اون استاد و اون ریسرش گروپی که می به این براش اپلای کنیم میتونه چیز مفیدی باشه من به نظرم بذارین توش بعدش رسیدیم به بخش پابلیکیشن ها که اصلا به نظر من این بعد از تحصیلات این مهمترین چیزه و من اون زمان که اپلای کردم یه مقاله Under ریویو برای تز شدم داشتم یه مقاله هم با یکی دیگه از دوستام کار کرده بودم اصلا هیچ ربطی هم به برق نداشت من تو برنامه نویسی و حل مسئله شو اینا کمک کرده بودم که پابلش شده بود و اینو گذاشته بودم اینجا و به نظرم تاثیر بدی نداره یعنی تاثیرش خوب بود ولی اونقدرم ضروری نیست چون که بچه ها الان میپرسن آقا ما اگه مقاله نداشته باشیم پذیرش با فاند نمیدن نه الان 600 تا بچه ها اومدن مقاله ندارن حتی تا ارشد اینا کسی مقاله ای نداره بنابراین خیلی به خودتون سخت نگیرید اگر واقعا مقاله خاصی ندارین اینجا رو خالی هم بذارین مشکل نیست ولی کلا اگه مثلا کتابی ترجمه کردین توی نوشتن کتابی شریک بودین پتنتی دارین مقاله چاپ کردین چه کنفرانسی چه تو ژورنال ایران اینو بذارین و بیارین بعد از تحصیلاتتون به خاطر اینکه این نشون میده به استاد که آقا من بلدم متن بنویسم چون استاد در تحصیلات تکمیلی مثلا تو دکترا ازتون متن نوشتن و مقاله پابلش کردن میخواد همین و این این بزرگترین چیزیه که میتونیم بهش نشون بدیم پس این خیلی مهم بود. بعدش یه بخش دیگه من خودم اضافه کرده بودم اکادمیک پراجکتس خب ببین شما توی رزومه تحصیلیت اونقدر کاری که قبلش نکردی یعنی مثلا پروژه های عجیب غریب که نداشتی یه سری پروژه آکادمیک داشتی پروژه هایی که مربوط به درس های حالا یا کارشناسیت بوده یا همون ارشد من اومدم اینا رو به ترتیب از سال آخر که 2015 بود اون سالی که ارشد من فارغ التحصیل شدم اینا رو نوشتم اومدم تا اون پروژه های که مثلا تو کارشناسی داشتم دیگه مثلا به آخری ها اصلا ربطی به گرایش هم, هم نداشت اینا مال درس مربوط به گرایش های دیگه برق بود توی کارشناسی که گذرانده بودم مثلا سیگنالن سیستم نمیدونم دیجیتال این چیزایی که داشتم گذاشتم که یارو ببینه آقا ما دست به پروژه‌مون هم خوب بوده این به نظر من آ... چیز خوبیه اگه استاد واقعا بیاد می... میاد نگاه میکنه و میبینه که شما چه نرم افزارهایی و چه پروژه های رو توی پروژه های اکادمیک قدیمیت بکار بردی و شاید یه ذره امیدوار بشه بهتون که آها این طرف این کارا رو بلد بوده بکنه درچه این عنصر خوبیه که میتونه یه مقدار به رزومتون یه ذره بار علمی آکادمیک عملی هم بده که طرف ببینه شما واقعا یه کارهای آکادمیکی هم یه... یه چیزی مربوط به علم انجام دادی تو دوره آکادمیک هم تو رزومه رو خال... خشک و خالی فقط با دو تا مدرک اینکه آقا ارشد من کجا بوده کارشناسی من کجا بوده نفرستین این هم به نظرم خوب بود ولی جاش انقدر بالا نباید باشه اینو میشه پایین تر گذاشت حالا بهتون میگم بالای این در واقع آکادمیک پراجکت و بالای این ریلیتد کورسز چی باید میومد گفتم اول پابلیکیشن رو بزنیم بعد تحصیلات بعد این دوتا باید بیاد پایین تر خب پایین تر که بیایم یه بخش چرت دیگه دارم به نظرم که ریسرچ اکسپریانس بود اصلا ریسرچ اکسپریانس چه معنی میده ببین من اومدم اینجا نوشتم آقا من گریجوییت اسیستنت استاد راهنمام در ارشد بودم خب این اصلا چیز خاصی رو به اون آدم نمیرسونه به اون استادی که داری واسه اپلای میکنی این نکته خاصی رو یاد نمیده تنها نکته ای که این داره میگه اینه که آقا من مثلا یه استاد راهنما داشتم که مثلا باهاش روی تزم کار میکردم و اینو اومدم همین بالا توی بخشی که داشتم تحصیلاتم رو معرفی می کردم گفتم چرا دیگه باید بیا دوباره بیارم اینجا و اضافهش کنم اینو هم من توی رزومه بعضی از بچه های آمریکا دیده بودم گذاشته بودم من منم از اونا تقلید کردم گذاشتم بنابراین من اینو اینجا حذف میکنم اینو حذف کنید اصلا لازم نیستش اگه این ویدیو بچه ها به دردتون میخوره و دوست دارین از این محتوا بیشتر ببینین خوشحال میشم که اون دکمه لایک رو بزنین توی کانال هم سابسکرایب کرده باشین که عالی میشه نکته دیگه که باید اضافه کنم اینه که من اومده بودم اینجا مثلا برای اینکه مثلا استاد فکر کنه من تجربه تدریس و اینا هم داشتم یه بخش تیچینگ اکسپریانسز گذاشته بودم که توش گفته بودم آقا من مثلا معلم خصوصی بودم فلان مدرسه درس میدادم که مثلا به استاد این حسو بدم که میتونه بعدا از من به عنوان تی ای استفاده کنه ولی خب اینم چیز بیکاربردیه یعنی اصلا تاثیر خاصی نداره پس از این کارهای عجیب غریب مثل من اینجا انجام ندیم بذارید من اینا رو توری زردش کنم یعنی اینکه اصلا همچین بخش رو استفاده نکنید بعدش آها آه این تیکه جالب میشه بخش بخشی که خیلی آمون که وقتی گپ تحصیلی داریم برای پر کردن اون گپ تحصیلی میای میگی آقا من مثلا مشغول کار بودم ولی سوال اینجاست آیا استادی که کار آکادمیک میکنه اصلا واسش مهمه شما کار میکردین یا نه شاید اصلا یه جورایی هم اگه کار نمیکردین مثلا واسهش بهتر بوده از نظر اون چون که مثلا میگفته خب بین مثلا تحصیلتون و لحظه که داری اپلای میکنی تو رفتی کلی کار کردی اصلا رفتی توی فضای غیر آکادمیک و اینا ولی خب من اینو به هر حال گذاشته بودم که مثلا نشون بدم آقا ببین این مدتی که من نبودم من مشغول کار بودم و سعی کردم کارامو هم رفت بدم به بق مثلا از پایین ببین من میارم بهتون نشون میدم رفته بودم من تا اینترنشیپ یعنی اون کارآموزی که سال 2010 رفتمم اینجا گذاشتم توضیحش هم نوشته بودم که آقا فلان چیزو ساختم بعد اومدم یه شرکت مثلا برقی رفتم تو حوزه برق خورشیدی اونو هم نوشتم حالا تا اینجا اوکی این بد نیست بعد یه شرکتی رفتم تو حوزه انرژی بود اصلا یعنی انرژی نفت و گاز بود اینو هم گذاشته بودم به نظرم مثلا واقعا این خیلی ربطی نداشت اصلا من کاری بود که آقا به مستقیم به رشته برق وقتی ربطی نداره واسه چی میذاریش استاد واقعا وقت بذاری اینو بخونه که چی فقط علکی سی خودتو شلوغ کردی بعد مثلا حتی اومده بودم من یه وبلاگی داشتم یه وبسایتی داشتم توش مطالب مربوط به انرژی و برق و اینا به زبان انگلیسی می نوشتم این هم چیزی نیستش که استاد درست درک کنه برای این هم اضافه نوشتم از این کارهای مهیر اقول اگه مثلا من میکردین اینا رو نذارین چیزی که راحت استاد نمیفهمه ارزشش چیه رو نذارین و حتی دیگه این آخرش توی مثلا ما یه شتا... شتاب دنده داشتیم که با استارتاپ ها اصلا سر و کار داشتیم دیگه اومده بودم گفتم آقا ما استارتاپ های مثلا حوزه انرژی و اینا هم کار میکنیم که اونم به نظرم بی بود این آدم من آدم که دارم واسش اپلای میکنم و که دارم واسش رزومه میفرستم کار آکادمی که برق داره انجام میده من واسه چی اینا رو واسش گذاشتم پس اینا هیچ اهمیتی نداشت فقط اون کارهای مرتبط به برق من اه اهمیت داشتن اون دوره حالا شما تو رشته خودت داری این کار میکنی کارهایی که ربطی مستقیما به اون استاد یا به اون حوزه نداره واقعا نذار اصلا واسهش مهم نیست و تاثیر منفی داره به نظر من بعدش اومده بودم اینجا یه سری related honors and awards هم گذاشته بودم که خب دیگه میخواستیم خیلی نگیم مثلا آقا هیچ دستاورد خاصی نداشتیم گفته بودم آقا مثلا من توی ارشد شاگرد چهارم شدم توی رنکینگ دانش آموزای اون دورمون دیگه توی کنکور ارشد رتبم 224 شد تو کنکور کارشناسی رتبم مثلا 110 شد یعنی انگار اومده بودم مثلا این کانسپت کنکور رو هم توضیح داده بودم واسه اون استادایی که دارم اینو واسه میفرستم که به نظر من این اضافه است اینو فقط یه استاد ایرانی ممکنه بفهمه که آقا شما رتبت مثلا 110 شده پس مثلا شاگرد خوبی بودی ولی اون استاد ایرانی مطمئن باشید مثلا دانشگاه شریف رو میشناسه میدونه که اگه شما دانشگاه شریف بودی حتما خوب شده که رفتی شریف استاد خارجی هم رتبه مطبه نمیفهمه که مثلا من واسه دارم اینجا توضیح میدم اون کنکور چیه اون اهم اهمیتی نداره واسه من خیلی دیدم مثلا رتبه کنکور رو اینا رو میذارن ام... چیز به نظر من خیلی جالب نیست علاکی شلوغ میکنه اینجا رزومتون رو اگه اون استاد خارجی اگه مثلا توی یک دانشگاه دولتی خوب خونده باشین اون استاد دانش خارجی اگه بشناسه اون دانشگاه و میفهمه شما شاگرد مثلا خوبی بودی اگه نه رتبه واسه بیاری کنکور رو توصیف کنی چیه اون اصلا درکی نداره بخش بعدی که به نظر من بخش مهمیه اسکیلز هست این بخش اسکیلز چیه این در واقع یکی از مهمترین بخش هاست به نظر من و شما توی این بخش میای به استاده عملا میگی مثلا الان که دیگه همه رشته ها برنامه نویسی و اینا میخوان میای میگی که آقا من فلان نرم ها رو بلدم مثلا من موقع تازه پایتون رو داشتم رو یاد میگرفتم میای میگی آقا من این نرم رو بلدم مطلب بلدم سی بلدم مثلا اینو بلدم و اون استاد میفهمه که شما حداقل چه ابزارهای برنامه نویسی بلدی که ببینه میتونه باهات مثلا پروژه رو پیش ببره یا نه یا شما بعد مثلا دو ماه سه ماه فقط بشینی سینتکس پایتون و اینا رو بخوای یاد بگیری پس این اسکیلز پروگرامینگ اسکیلز خیلی بخش مهمی بود و من بعد اصلا بیشتر روش رو می‌دادم این چرت و پرتا مثل CSS و HTML و PHP و اینا رو هم نباید می‌ذاشتم مثلا آقا بلد باشی وقتی ربطی نداره به برق واسه چی میذاری بعدش یه سری ها رو گذاشته بودم که اینم خیلی مهمه یعنی خیلی از استادا تو رشته مختلف مثلا انتظار داری آقا تو حالا مثال میزنم مثلا اتوکد و بلد واقعاً واقعا درست حسابی بلد باشی مثلا تو حوزه ما نرم افزارهای شبیه ساز شبکه برق و طرف انتظار داره بلد باشی اگه بلدین بذارید اینجا اگرم یه ذره مثلا یه دستی هم بهش زدین به نظر من باز بذارین ولی نرم افزاری که واقعا بی ربط هستن و نذارین مثلا این پروتوس و نمیدونم کد ویژن و اینا واقعا ربطی به گرایش ما نداشت من واسه چی رو گذاشتم مثلا طرف طرف این فقط اینا رو بشین ریز به ریز بخونه بعد مثلا اون نرم افزارهایی که ربط داره به ما رو مثلا اومدم تو خط سوم گذاشتم در حالی بعد اینو همون خط اول میذاشتم پس این چیزای اضافه شون نذاره یه سری نان انجینیرینگ سافتور اسکیلز هم گذاشتم که مثلا لاتک و ایناش خوبه مثلا لاتک خوبه حالا آفیس و اینا که خیلی چیز خاصی نبود ولی اینا هم به نظر من واقعا خیلی فایده خاصی نداره شاید مثلا واسه یه جا بخوایم بریم کار استخدام شین طرف بگه آفرین چه آچار فرانسه است ولی واسه تحصیلات تکمیلی واقعا ارزشی نداره اینا یعنی مثلا لاتک مهمترینشه که یا رو بدونه مثلا تزتون و مقالتون رو میخواین تایپ کنین بلد سافت اسکیلز و اینا هم که دیگه خوراکه دیگه هم تو همه هم تو مینویسم و به نظر من هیچ ربطی نداره اصلا یعنی آقا من سلف لرنرم هم نمیدونم ارتباطاتم خوبه اینا این کلیشه ایه مخصوصا توی رزومه آکادمی که هیچ تأثیری نداره مثلا فکر اینجا بنویسین من ارتباطات هم خوبه مثلا استاد خیلی واسش مهمه اصلا تو فضای آکادمیک نصف آدم ها با هم دیگه حرف هم نمیزنن ارتباط خوبو میخوان چیکار و این لنگویج لنگویج به نظر من خیلی مهمه من اون موقع اصلا فرنچ هم بکنم اصلا استارت هم نزده بودم نزاشتم حتی بگم آقا مثلا یه ذره هم بلدم ولی مثلا نمره تافل من چون بالا شد شد 108 خیلی تاثیر داشت یعنی خیال استاد راحت میکنه مثلا مثلا نمره رایتینگ و اسپیکینگ که آقا شما به مشکل بر نمیخوری میخوای رو بنویسی پس این نمرتون رو قشنگ با جزئیات اینجا بیاین بنویسین و ببرینش بالا این بخش اسکیلز رو سعی کنید ببرید بالا بالاتر از اون اکادمیک پروژیکس و ریلیتد کورس به نظر من تاثیرش خیلی بیشتره یه بخش کلیشه ای طور دیگه هم هست والنتری سرویسز که اون موقع من فکر کردم وای استادا مثلا الان چرا واسه مهمه که ما کارهای داوطلبانه چی کار کردیم ولی بعدا فهمیدم آقا اصلا واسه استاد هیچ اهمیتی نداره یعنی اصلا تو رزومه ها به طور کلیشوار این میاد آقا مثلا من فلان سمینار مثلا تو تیم هماهنگیش بودم فلان سمینار علمی واسه استاد تو تحصیل تکمیلی اهمیتی نداره استاد من دارم میگم تمرکزش اینه که از شما مقاله در میاد یا نه بلدی انگلیسی حرف بزنی یا نه و اینکه حالا کلا دانشجوی تنبلی نباشی همین دو تا فاکتور رو میخواد از شما توی رزومتون ببینه اینکه حالا مثلا کار داوطلبانه چی کار کردیم واقعا واسه چه اهمیتی داره اینا حالا شاید تو کار حالا تو کارم باز من میگم خیلی مهم نیست توی بورس گرفتن اسکالرشپ گرفتن تاثیر داره این جور چیزای جانبی ولی توی رزومه آکادمیک اهمیتی نداره این کل رزومه بود که من باهاش اپلای کردم و میگم من با همینم خوب جواب میگرفتم ولی به نظر من یه بخشی از خوب جواب گرفتنه به خاطر این دانشگاه شریفه بود و نمره زبانم مگر نه این چیزای اضافهش واقعا به نظر من یه ذره اذیت کن بود چون الان من دیدم استادا یه تایم کوتاه یعنی اگه خوش شانس باشین رزومتون رو اون روز کلیک کنه و ببینه واقعا نمیاد خط به خطشون نگاه کنه ببینه شما حالا چی نوشتین درش باید ترتیب بندی و اولویت بندیتون درست باشه من این فایل رو واسه میذارم توی کانال تلگرامم اونجا برید اگه خواستین تمپلیتش رو وردارید استفاده کنید این جاهایی که زرد کردم رو قاعدتا نباید استفاده حالا قرمزشون کردم که اونجا مشخص تر باشه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید توی کانالم سابسکرایب کرده باشین که عالیه مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.